دوستان گرامی بسیار خوشحالم که مجددا در این سمینار با شما هستم در درس گذشته در مورد اقتدارگرایی شیعه در دوران پس از اسلام و در دوران صفویه صحبت کردیم اکنون دامنه این بحث را میکشانیم به دوران معاصر و در مورد اقتدارگرایی و تشیع در دوران معاصر و رابطه اون با عرفان فقهی یا فقه عرفانی صحبت می‌کنم. در درس گذشته به استحضارتان رساندم که در دوران صفویه روحانیت به صورت یک طبقه منسجمی برآمد که ساختاری کمابیش مشابه ساختار کنونی روحانیت رو پیدا کرد همچنین در درس قبل گفتم که دلیل این قدرت و نفوذ روحانیت تنها در برکشیده شدنش به یک طبقه منظم دارای چیدمان و سلسله مراتب و همچنین امکانات و اقبال دولتی نبود اونها توانستند شبکه بسیار گسترده و متنوعی از ایرانیان را که در جنبش ضد اعراب در نهزت شعوبیه در اخوان و صفا و در فرقه های مختلف صوفیه گرد آمده بودند و به وسیله فرقه های صوفی جذب شده بودند تصاحب کنند از آن خودشون بکنند و صاحب شبکه از پیش آماده شده ای باشند که وجود داشت ولی یک پارچگی نداشت و پراکنده بود برآمدن روحانیت به صورت یک طبقه متمرکز و دارای مرکزیت و امکانات مالی توانست یک سازمان منحصر به فردی را بسازد که از یک سو دارای یک طبقه منظم بود امکانات مالی مستقل داشت شبکه بسیار گسترده و پیچیده ای در سراسر خاک ایران داشت و علاوه بر اون از یک گفتار کلامی و فقهی منسجمی برخوردار بود که در معارضه با دیگران میتوانست از آن سود بگیرد. حال و چه دیگری از برآمدن و تکامل یا دگر جشت اندیشه شیعه را در دوره صوفیه پی میکریم گفتیم که شیعه توانست با آوردن علمایی از بلبک جبل عامل بحرین و عراق و پروردن شاگردانی در مدارس و حوزه های علمیه به زودی زمام امور را از کف مریدان مرادان صوفی و رهبران صوفیه بگیره و شبکه های اونها رو به تصرف خودش در اما در این حال باید فراموش نشه که شاه اسماعیل رهبر یک فرقه بزرگ و مجاهد صوفی بود و نام مرشد کامل داشت فضا در اصل صفویه یک فضای کاملاً متصوفه و ارفانگرایانه بود این فضا به وسیله علاقمندان شاه و مرشد کامل دامن زده میشد طبیعی است که فقط این روحانیون نبودند که در جامعه و در صوفیه اثر میگذاشتند این فضای عرفانی هم در فقها اثر گذاشت و به زودی شاخه ای از فقه ها تشکیل شدند که به اونها فقه های عارف میگن اونها توانستند با اتقام فقه و عرفان مکتب جدیدی را به وجود بیارند که این مکتب در تکوین اقتدارگراهی شیعه رول بسیار مؤثری داشت. میر فندرسکی، شیخ بهایی میر داماد ملا صدرا و دو داماد و او ملا محسن فیض کاشانی و ملا حسین لاهیجی از فقیهان عارف نامدار این دوره اند که آثار زیادی به زبان فقهی و کلام اسلامی و با بهرهبری از فلسفه آن زمان در عرفان و صوفیه و مطالب عرفانی نوشتند البته این تغییر در روش فقهی از همان ابتدا مورد مخالفت گروه دیگری از علمای شیعه قرار گرفت که اونها چنین تغییری را در نقش فقه و فقیه بر نمیتافتند و با اون مخالف بودند و اون رو یک نوع انحراف از شیوه گذشته یا بدعت می‌دانستند ولی با این وجود به علت تازگی این مکتب و تازگی مباحثی که مطرح می شد به زودی جای خودش رو باز کرد و کسانی را در دستگاه حکومت در بین صوفیه در بین عارفان و فقیهان به خودش جلب کرد در چنین فضایی مخالفت های فراوانی صورت می کرد. از یک سوی دیگه تحول بزرگ دیگری که در بین فقه های شیعه رخ داد به علت امکاناتی که به دست آوردند به علت تمرکز و تمکن مالی که یافتند برای افزودن اقتدار تقلید را در شیعه نهادی نکردند در حقیقت همان رابطه مرید و مرادی تصوف در فضای عارفانه و متصوفانه آن روز به راحتی به ساختار مذهبی فقهی منتقل شد و دستگاه تقلید هم در, در, در رابطه بین طبقه روحانی و مردم ساختاری داد که تا به امروز هنوز اعتبار خودش رو حفظ کرد خب برای اینکه ما مجموعه این تغییرات رو بررسی بکنیم باید به این مطلب بپردازیم که مطلب عمده ای که فقیهان عارف به درون فقه شیعه آوردن چه بود برای اینکه به این مهم بپردازیم باید به سابقه مسئله ولایت در اسلام بپردازیم و تعبیر جدیدی را که از ولایت این فقیهان عارف به دست داده بودند بررسی بکن ولایت در لغت عرب به معنی محبت و دوستی و همچنین به معنای تسلط و امیری و امارت معنای اول اون که دوستی و محبت است مورد توافق همه مسلمان هاست مخصوصا آنجایی که بر اساس حدیث نبوی محبت و دوستی خاندان پیامبر به مسلمانان توصیه میشه <coughs> اما شیعیان در واقعه قدیر خم که در سال دهم ده هجری در بازگشت پیامبر از سفر مکه رخ داد و او گفت که هر چرا که من مولای او هستم علی هم مولای اوست شیعیان مولا را که اهل تسنن به معنی دوستی و محبت علی میگیرند به معنی خلافت و امیری علی و خاندان او و این اختلاف اساسی در بین شیعه و اهل تسنن و اختلاف مبنایی در مدل و ساختار سیاسی بعدی است ولایت امامان را شاید تحت تأثیر شیعه اسماعیلیه ولایت باطن می داند. به این معنی که امام شیعه را عالم به همه اسرار هستی و مسلط به جهان هستی با اذن خداوند در مباحث کلامی شیعه ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم میشه ولایت تکوینی معنایش این است که در تکوین هستی پیامبر و امامان به اذن خداوند دخالت داره و ولایت تشریعی این است که مؤمن در قبال امامان اراده ای از خود ندارد و اراده مؤمن مقلوب اراده امامان است که به وسیله تشریع و قانونگذاری شرعی خوب و بد نیکوزشت و انجام دادن و انجام ندادن کارها را به او می امامان صاحب هر دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی است. کاری که فقیهان عارف کردند این بود که این ولایت را تسری دادند به اقتاب شیعی و فقها و در بحث ولایت صوفیه در بحث وحدت وجودی این مطلب مورد توافق صوفیان بود که اقتاب صوفیه و رهبران اونها پس از گذراندن ممارست های عرفانی به دوره فناع فلاح می رسند. دوره فناع فلاح مرحله است که در آن اون قطب یا مراد به قدری به تزکیه نفس موفق شده که با ذات باری توانسته است به اتحاد دست پیدا کند. و بعد این مرشد یا این مراد با بقاء الله و اتکاع به هستی خداوند برای ارشاد به سوی مردم میاد و قطب یا مراد اونها میشه فقیهان عارف شبیه چنین مزمونی را نسبت به فقهایی که جنبه عرفانی و تزکیه نفس داشتند و غیر فقهایی که علمای دینی بودند یا اولیاء الله بودند توسعه داد و این توسعه به تدریج تبدیل شد همانطور که بعدها خواهیم گفت حداقل از دوره قاجاریه به ولایت سیاسی فقیه منجر شد ما این ولایت سیاسی رو در بحث های بعد باز خواهیم شکافت ولی اینجا دو مطلب رو برای شما واضح کردیم یکی اینکه امروز با توضیحی دا... که دادیم شما میدانید که دلیل نزدیکی دستگاه منسجم روحانیت به اصناف پیشوران، کاسبکاران لوتیان و های پایین جامعه چیست اونها در حقیقت سازمان و شبکه گستردهای را به عرث بردند که از صدر اسلام در مبارزه با اعراب شکل گرفته بود و یک سنت قدیمی و همچنین میدانید که چگونه مدل مریدی و مرادی صوفیه هم به وسیله تقلید و هم به وسیله توسعه مقام ولایت به فقها ها از صوفیه کپی برداری شد و فقهای های ولی توانستند اون رو در فقه اسلامی بر بکشند و تعبیش بکنند حال به دوران فتحعلی شاه قاجار میپردازیم فتحعلی شاه برخلاف شاه اسماعیل مرشد کامل نبود او از درون ایل برخواسته بود و یک خانزاده بود او برای برکشیده شدن به مقام سلطنت و نهاد آرمانی پادشاهی احتیاج داشت تا روحانی معروف آن زمان ملا احمد نراقی به او اجازه سلطنت بده و او را از خانزادگی به مقام شاهنشاهی بر بکشه مولا احمد نراقی روحانی معروف اون زمان بود فقیه عارفی بود که مثلا مصنوی بزرگی به نام مصنوی تاقدیس در تقلید از مصنوی مولوی نوشته و البته کتب فقیه پراوانی او قائل به ولایت فقیه بود به توسعه ولایت فقیه بود و در قیاب امام دوازدهم فقیه را با اختیارات واسعی جانشین امام دوازدهم میدونست بر طبق همین عقیده خودش برخلاف علمای گذشته لقب شاهنشاهی را همینطوری به شاه اعطا نکرد او به فتحعلی شاه اجازه سلطنت داد به این معنی که سلطنت حق ما علماست یا حکومت حق ما علماست و ما چون امکانات عملی اجرای اون رو نداریم اون رو به تو تبعیض میکنیم و در حقیقت به معنای سلطان دست نشانده علما بود واقعا هم در دوران قاجار دستگاه روحانیت شیعه قدرتی پیدا کرده بود که پا به پای سلطنت اعمال قدرت میکرد و به نوعی حکومت را دست نشانده خودش میپنداشت دومین ارز اندام علما در دوران فتحعلی شاه در جنگ دوم ایران و روس هست در جنگ اول عباس میزا به علما مراجعه کرده بود و از اونها فتوای جهاد خواسته بود و اده زیادی از علمای شیعه فتوای جهاد داد. در شروع جنگ دوم ایران و روس دولت ایران به علت شکست حاضر به جنگ مجدد نبود. این روحانیون بودند که فشار آوردند ملا احمد نراقی فتوای جهاد داد با ای به تهران حرکت کرد و سید محمد مجاهد هم رو به سلطانیه گذاشت و در اونجا حاضر شد و اعلام جهاد کرد جو را طوری آراستند که فتحعلی شاه چاری جز جنگ نداشت متاسفانه در جنگ دوم هم مانند جنگ اول ایران شکست سختی خورد و قسمت زیادی از سرزمین های ما به تصرف دولت روس درآمد اما پس از این شکست روحیه شکست در مردم به سختی اثر گذاشت یک بیداری ملی در ایرانیان آغاز شد و اونها دولت را نالایق و دولتیان را فاسد و مرتشی و در حقیقت وطن فروش می‌دانستند روحانیت با اینکه خود باعث شده بود که حکومت به جنگ روس ها بره هماوا با مردم گشت و در تبلیغ و فروشی بی ارزگی و بی حکومت چیزی کم نگذاشت به این ترتیب هرچه از اقتدار حکومت ضعیف قاجار و البته فروپاچی اجتماعی و ضعف اجتماعی میگذشت سازمان روحانیت برعکس قویتر و قویتر میشد به خصوص که در حوزه نجف هم که یک حوزه هزار ساله بود حکومت عثمانی ضعیف شده بود ضعف حکومت عثمانی باعث شده بود که حوزه نجف قدرت بیشتری پیدا کنه عده زیادی از علمای ایران به حوزه نجف مهاجرت کرده بودند و تقریبا ریاست حوزه نجف هم با علمای ایرانی بود اونها بدون ترس و وحشت از تزیقات حکومتی ایران می توانستند هر جا که میخواهند با حکومت مخالفت بکنند با این مقدمه ما وارد عهد ناصری دوران ناصرالدین شاه میشه دوران ناصرالدین شاه دوران ضعف اجتماعی و فروپاچی بنیانهای سنتی جامعه ایران است و این نه فقط به خاطر بیلیاقتی و عدم اراده مملکتداری در تربیت ایلی شاهان قاجار بود بلکه از سوی دیگر قدرت گرفتن روحانیت فروپاچی شالوده اجتماعی کم بودن امکانات مالی همراه شده بود همه این ضعف های مفرد با قدرت گرفتن قرب به عنوان یک قدرت جدید نوپا که از دوران رنسانس سر برآورده بود و با پیشرفت های حیرت انگیز علمی رو به جلو میزن حضور انگلیس در همسایگی ما به نهایت قدرت خودش رسیده بود و ما بین دو سنگ آسیاب روس و انگلیس و رقابت های اون دو گرفتار بودیم که هر روز از ایران امتیازات جدیدی در چنین زمینه ای برای اولین بار جامعه همگن ایرانی در مواجهه با تمدن غربی به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم شد به تدریج هاشیه باریکی از روشنفکران به وجود آمدند که بیشتر از طایفه حکومتگران یا برخی اوقات هم از خانواده های روحانیون بودن برای اینکه این دو طبقه امکان تحصیل و مسافرت بیشتری داشتند و بنابراین امکان کس... کسب تجربه بیشتری براشون فراهم بود در دوران ناصر الدین شاه نمایش قدرت دیگر روحانیتی که هر روز قدرت بیشتری میگرفت مسئله تحریم تنباکو است ناصر الدین شاه برای آشنایی با عرب و شاید به خاطر تفریحاتی که در ایران تصور اون هم میسر نبود چند سفر به فرنگ رفت و هر بار مخارج رفتن به فرنگ را با دادن امتیازاتی به کمپانی های غربی تأمین میکرد در ادامه تأمین این هزینه های مسافرت به کمپانی رژی انگلیس به مدت پنجاه سال امتیاز توتون و تنباکو رو در ایران تفویز کرد این کار با اکسل عملش شدید ایرانیان به خصوص بازاریانی که در این رشته مشغول به کار بودن و ادهشون به نسبت متنابه بود مواجه شد پیوند این بازاریان و کسبه و مردم عادی و روحانیت روحانیت رو به جنب و جوش آورد و اولین کسی که به مخالفت پرداخت آقای فالسیری از علمای شیراز بود که داماد میرزای شیرازی از مراجع تقلید شیعه مقیم سامرا عراق بود دامنه این مخالفت هر روز بیشتر میشد و ناصرالدین شاه امتیازی رو داده بود که عدول از اون سخت تا اینکه میرزای شیرازی به صدا درآمد و فتوای معروف تحریم تنباکو را داد و گفت که الیوم استعمال دخانیات برای مسلمانان حرام است این تحریم به قدری اثرگذار بود که شایع است مادر شاه در اندرون و حرم سرای شاهی قلیان خودش را شکست و عموم مردم از مصرف دخانیات خودداری کرد ناصرتین شاه ناچار در مقابل این قیام روحانیت و اکسل عمل مردم تسلیم شد و قرارداد رژی رو لغو کرد این عقب نشینی بسیار سنگینی برای ناصر الدین شد پس از پایان دوره طولانی ناصری به تدریج چکاف بین دو بخش سنت و مدرن در جامعه بسیار عمیق شد امیر کبیر دارالفنون را گشوده بود و تنظیمات اداری اندکی در دستگاه دولتی داده بود و این به برآمدن بیشتر بخش روشنفکری کمک کرده بود همچنین مبادلات تجاری و مبادلات دانشجویی بین ایران و کشورهای غربی اندکی به راه افتاد پایان غمانگیز سلطنت ناصرالدین شاه ترور او به دست یکی از پیروان متعصب سید جمال الدین اسدآبادی است این هم نمایش دیگری از بخش مذهبی قدرت بخش مذهبی جامعه بود به انقلاب مشروطه می رسیم در این انقلاب مشروطه در حقیقت ابتدا دوران انقلاب باعث اتحاد بخش سنتی و مدرن جامعه در بخشهایی از اون شد و بخش مدرنتر روحانیت با روشنفکران در برآمدن و پیروز شدن انقلاب مشروط همکاری و هماهنگی داشت روحانیت دیگر نقش سیاسی کاملی پیدا کرد اما انقلاب مشروطه سازمان روحانیت رو به دو بخش تقسیم کرد و شکافی عمیق در بین اونها به وجود آورد. بخشی همراه با انقلاب مشروطه و در صدد هماهنگ کردن قوانین شرعی با تنظیمات مجلس و قوانین جدید و ادعی بر علیه مشروطه و بازگرداندن آب جوش به همان مسیر سابق و جلوگیری از تغییراتی که در جامعه اتفاق افتاد. به خصوص دوران استبداد صغیر دوران محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس این اختلاف را شدید کرد این اختلاف به قدری شدید بود که اخوند خراسانی در جواب شیخ فضل الله نوری که به جای مشروطه طالب مشروعه بود به اون نوشت که ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمیشه با پیروزی مشروط خواهان شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد اما این اعدام نه باعث ترمیم شکاف بین بخش سنتی و مدرن جامعه و نه حتی باعث ترمیم شکاف بین دو بخش روحانیت شد بلکه به شکاف بین آنها افزود، و اوضاعی را رقم زد که بعدا آن را پی میگیریم در کنار سازمان روحانیت و بخش برتر اون در جنبش مشروطه که بخشی بود که موافق تطبیق قوانین با رویدادهای جدید و تطبیق فقه با قوانین دموکراسی و حکومت قانون و مجلس بود روشنفکری نوینی هم در ایران حاکی از بیداری ایرانیان پا گرفته بود اشخاصی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده میرزا آقاخان تبریزی آقاخان کرمانی و دیگرانی بودند که در صحنه روشنفکری ایران به فعالیت مشغول آنها هم بازگشت به گذشته باستانی رو راه رهایی از مشکلات می دانستند. و راه جبران عقب افتادگی مزمن ما ایرانی ها رو به نوعی پیدا شدن یک دین ایرانی و گسستن از دینی که اعراب آورده بودند می دانستند. در حقیقت هر دو جریان جریانی که بعدا نیای روشنفکری دینی شد و شیخ و سید جمال الدین اسد اون رو نمایندگی میکرد و خواستار بازگشت به سطر اسلام بود و روشنفکری جدید ایرانی هر دو خواستار بازگشت به گذشته بودند یکی بازگشت به گذشته ایرانی و دیگری بازگشت به گذشته اسلامی ولی همانطور که گفتیم هیچ کدام از اینها از تصورات کوهن خودشون و ابر روایت باستانی جهان کهن نکسسته بودند خیلی متشکرم از توجهتون در درس بعدی دوران پهلوی و شروع انقلاب رو پی خواهیم کرد امیدوارم شما را در سمینار بعدی هم ببینم